سلام به دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در ادامه کار الگویی که برای شما آموزشش رو دادم، برشش هم میخوام خدمتتون بگم. ما با قسمت پشت لباس فعلا کاری نداریم برای برشش. با قسمت هایی که میخوایم از لباس کار چیز رو بزنیم، کار پارچه گل دارن بزنیم کاری نداریم، با سجاف رو کاری نداریم. پس فقط تیکه هایی از لباس الگوشو میذاریم روی این پارچمون که قراره از پارچه سادمون برش بشه و با بقیه الگو کاری فعلا نداریم. ما پارچه رو یا هم پارچه سادم و هم پارچه گلدارمون یا به سمت رو پهن میکنیم یا هر دوتا رو به سمت بالو. ترجیح من به سمت روه، چون الگو ها من به سمت رو کشیده شده و به همون شکلیه که میخوام دوخت و دوختم انجام بشه. خب بریم برای برش. همونجور که توی آموزش بهتون گفتم دو تا تیکه جلوی لباس توی بالاتنه که از پارچه ساده برش میشه، هر دو تا باید به سمت هم باشه و پارچه منم در ضمن یکلا پهن شده. اگر شما میخواید روی تیراش برش کنید، باید به اندازه‌ای که میخواید الگوتون میرسه الگو رو اول نشونه گذاری کنید، بعد پارچه رو برش کنید، دوباره واروی پارچه بروی پارچه، دوباره واروی پارچه بروی پارچه و به همین شکل تو هر تعدادی که میخواید برش کنید باید پارچه‌تون طبقه طبقه پهن بشه و بعد برشتون انجام بشه. خب من فعلا تک برش میکنم برای شما که ببینید به چه صورته. این تیکه دکوپ جلومه که قراره از پارچه ساده برش بشه، راست و گیریش هم که مشخصه، خط سی اف، موازی با خط سی اف هم این قسمته. تیکه دیگه جلو که کاملا به موازات این کار برش داده شده این قسمته، چون فاصله دوخته روی الگو لحاظ شده پس دیگه زیاد احتیاج به جای دوخت نداریم و به راحتی میتونیم کارمون رو انجام بدیم. و تیکه دامنه، تیکه جلوی دامن که قراره از پارچه ساده برش بشه، این تیکه دامنم به این شکل این قسمت میخوره و برشش انجام میشه. میتونید دور الگو رو قیچی بزنید، میتونید هم نه، خطش رو بکشید، الگو رو بردارید و بعد قیچی دون رو بزنید. ترجیح من چون پاشم یک لایه و سوزن نزدم اینه که با دور الگو خط بکشم و بعد قیچی کنم. میتونید از خودکارهای حرارتی استفاده کنید که دیگه نگران نباشید به روی پارچه دارید خطو میکشید. تو حین کار حتما حواستون به گوشه ها باشه، چون الگو لبه هاش بلند میشه و خطا میده. این کاری که میکنید با خطکش میذارید روی الگو و خطتون رو میکشید کمک میکنه که اگه جایی یه همچین اتفاق براتون افتاده اینو بتونید اصلاحش کنید. دم دامن چون یه حالت هلال داره، تیکه تیکه میریم جلو با خط کش روی حال خودش خطش رو میکشه.
خطا رو که کشیدی الگو رو از روی پارچه برمیدارید و برشتون رو میزنید. تنها چیزی که اینجا براتون مهمه بعد از برش کردن پارچه هایی که رو واروی زیاد مشخص نیست، حتما واروی پارچه‌تون رو نشون بزنید، علامت بزنید که کدوم قسمت واروی پارچه‌تون هست که موقع دوخت اشتباه نکنید. های پشت همون شکلی که لباس های معمولیمون رو میزنیم، بالا تنه پشت دلای بسته پارچه میفته برش میشه یه دونه، دامن پشتم دلای بسته میفته و یه دونه برش میشه. بستگی پشت کار خاصی نداره، مثل همه لباس همون برشش انجام میشه. فقط نکته برش این لباس تو تیکه جلوش بود.